سلام دوستان، من نیما هستم و اینجا نیمانیا تیویه. نیمانیا تیوی که الان امروز در این لحظه رسیدیم به 614 سابسکرایبر. این جمعی که داره هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه و توش درباره رسانه‌های تصویری و سرگرمی‌های دیداری گپ می‌زنیم. من این قسمت رو می‌خواستم درباره سریال دل قسمت 40مش صحبت کنیم که خب میشه گفت دیگه قسمت آخرشه و احتمالاً بیشتر از این نشده کسی آب ببنده توش. سریال دل طی روزهای گذشته خبرسازی‌های زیادی پولش صورت گرفته که یه مرور کوتاهی روی اون خواهم داشت و داستان آخر و قسمت آخر رو با هم قبل از پخشش یه مرور میکنیم. ازتون خواهش میکنم که کانال نیمانیا تیوی رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و اگه میخواییم ویدیوهای بعدی، سریالهای بعدی که میاد و سریالهای که فعلا هست رو باش در ارتباط باشید و پیگیری کنید و از قافله اخبار و حواشی سریالها و حالا به زودی گردش، تفریح و سرگرمیهای دیگه مطلع بشید و خبر بشید، کانال رو سابسکرایب کنید، یعنی اون تیک زنگوله کنارش رو بزنید اضافه برای سابسکرایب شدن و ویدیو رو لایک کنید تا دیگران هم که به این موضوعات علاقه‌مندن در معرض پیشنهادهای یوتیوب قرار بگیرن در رابطه با این ویدیو. خب وراجی من اولش ببخشید، اما وراجی سریال دل بسیار بسیار انتقاد ازش شده. افراد زیادی که مثل سعید راد بازیگر خود این سریال انتقاد کردن و در مقابلش کارگردان و همسرش بازیگرش یکتا ناصر از سریال تعریف کردن و البته بازیگران دیگه که خب صاحب نام هم هستن مثل ساره بیات، مثل حامد بهداد و دیگران سکوت کردن. حالا ما تو قسمت آخر اتفاقاتی میفته که قضاوت نهایی رو پیش میکشه. رابی که توی این قسمت‌های اخیر اصلا از اون خبری نبود به طرز عجیبی توی این قسمت ظاهر میشه، مهرابه شریفی نیا، و میگه که من خیلی در حق تو بدی کردم به شوهرش که گذاشت رفت وسط سفره عقد، میشه منو ببخشی؟ و احتمالاً بخشیده میشه توی این قسمت. اما عطابک رو هم که باز چند قسمت ندیدیم و اون قسمت اصلا جدا شد داستانش، حالا با بازی بیژن امکانیان میاد به سراغ مرسده، دختری که قرار بود باش ازدواج کنه بعد از جدایش از همسرش که نسرین مقاله بود توران. میگه این بار با من یک دوست بخوام باهات حرف بزنم مرسده، نه بیشتر. از اون طرف اما بحث آینده رو میکنن و به نظر میرسه با توجه به این جملات که قرار نیست رابطه اونها ادامه پیدا کنه به شکل قبل. چرا؟ چون بیژن امکانیان میگه شاید حتی دیگه نبینیم هم رو، هیچ وقت تعهدی هم به هم نداشته باشیم. مرسده میگه من اینه میخواستی خوشبخت بشیم. اونم جواب میده به تو نه، ولی به عشقی که بینمون بود متعهدم. مشخص نیست، احتمالاً این دو به هم نمیرسند، چون که ما حضور همسر مرسده رو هم لیلا زاره میبینیم و خب ظاهراً به اون هم نمیرسند. آدم ها قرار نرسند به هم تو این سریال، ظاهراً همه اونه که داشتن میرسیدن. اما در کنارش به نظر میرسه آرش و رستا به هم خواهند رسید. حالا اوضاع روحی آوا که خب خیلی خرابه و مقصره و جرم کرده، نکسا هم که خب مرد، طرز خنده‌دار یکی از دو صحنه خنده‌دار فیلم این بود که نکسا از بالای پشت بوم اینجوری پشت افتاد و مرد. یه صحنه دیگه شم این بودش که سعید راد اینجوری خوابید تو بیمارستان اینجوری پشت اومد رفت بزن کرد. اینا هم چیزی نیستش که مخاطب بخشیده باشه، به نظرم سهلنگاری هایی که هیچ توجیهی نداره. تو میتونستید مثلا یه دو روز فاصله بندازی بینشون تا اتفاق بیفته و اون بره پرشد بیمارستان بره، یا اون صحنه مرگ نکیسا رو یه مقدار بیشتر زحمت میکشید این طبیعی تر جلوه کنه تا اینکه پشت بوم همینجوری فکر بیفته. اما آوا که حالا نکیسا هم نیست، آرش از ماجرا با خبره، همه فهمیدن چی به چیه، با مادرش، مادر واقعیش در واقع مثلا، که افسر بایگانه صحبت میکنه و خب گریه میکنه و اشک میریزه
و میگه که من خوشبختی رو کنار آرش تجربه کردم، همین مدت کوتاه رو منظورشه. و مادرش میگه آوا از دستت عصبانی ام، اونقدر که میخوام داد بزنم بپرسم چیکار کرده با خواهرت، که خب میدونه چیکار کرده با خواهرش، دادم که داره میزنه. عجیبی نیست واقعا بین اینها. پیش بینی شما چیه؟ این قسمت سریال همین چهارشنبه منتشر میشه و حالا ماجرا که چی بوده رو هم با هم مرور خواهیم کرد. اما صنعت سینما که هیچ، تقریبا داره نابود میشه به نظرم، و صنعت سینمای خانگی که رونق گرفته به کجا داره میره؟ سریال دل تموم شد، حالا سریال گیسو که عاشقانه دوه توسط همین کارگردان با بازیگرای مشترک و البته بازیگرهای غیر مشترک و بعضی بازیگرها که از عاشقانه یک اومدن مثل گلزار و اینا کم کم داره عرضه میشه. سریال قورباغه سریال بسیار پرهزینه و بسیار کار شده هومن سیدی قرار بیاد و رقابت کنه و خبری از سریال دیگه نیست فعلا. فقط سریال آقازاده است که جمعه صبح ها منتشر میشه حوالی ساعت 11:30 و شنبه ها تو بقالی هست. اما از اون طرف شما توی سینمای ترکیه میبینین صنعت سرگرمی و سریال سازی ترکیه که هر روز حدود 3 تا 4 سریال جدید داره منتشر میشه و پخش میشه. اسامی اونها تو کانال تلگرام هست، میتونین بعضیش رو ببینین، میتونین دربارش بخونین و همه اینها، و اینستاگرام نیمانیا هم همینه. اما برای رقابت با فضایی که شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه هر کدوم 3 تا 4 تا و بعضی از کانال های پراکنده متفرق هم حساب کنین 5 تا سریال داره پخش میشه، فکر میکنین بازار سینمای خانگی که فقط دوشنبه ها هم گناه داشته شو، چهارشنبه ها دل و جمعه ها آقازاده، میتونه جوابگو باشه؟ بعید میدونم. اضافه بر اون میبینم که این روزها ظاهرا همون سریال های ترکی رو هم که سریال ترکی نمیگم چیز بدی، هم سریال خیلی خوب دارن، سریال خیلی بد دارن، توش هم توی کانال هم دربارش با هم صحبت خواهیم کرد. اما این سریال ها دارن دوبله میشن و به طور خیلی رسمی توی فیلمو نماوا و بقیه اینها چنیده میشن و قابل تماشا کردنن. برام بنویسید که دوست دارین به اونم بپردازم یا نه، و اینکه این سریال که تموم بشه، سریال دل، آیا اگر گیسو یا عاشقانه دو که حالا یه فیلمه ولی اسم دو تا اسم داره، از هفته دیگه فرض کنید که اکران بشه و نمایش داده بشه، شما باز هم تماشا خواهید کرد با توجه به اینکه سریال دل 40 قسمت چیزی رو که شاید توی مثلا 2-3 قسمت، نه 10 قسمت، 13 قسمت، حتی 20 قسمت میشد نمایش داد، اینجوری ما رو کشوند تا آخر داستان، آیا باز هم به این تیم اعتماد میکنید یا نمیکنید؟ به هر حال چه اعتماد بکنید چه نکنید، من سریال رو مجبورم ببینم، بیام اینجا برای شما تعریف میکنم. اما خوب و بدش، آیا شما چی؟ شما نظرتون چی درباره مسئله؟ مرسی اگر کامنت میذارید برای من. اگر کانال رو سابسکرایب میکنید و به نیمانیا تیوی ها میپیوندین، این مژده رو بدم که سایت ما هم یک سایت فرهنگی هنری، سایت مربوط به سرگرمی و البته نوستالژی و بخش مختلفش به زودی راه اندازی میشه. پس با من همراه باشید که به زودی با خبرهای دیگه هم به سمع شما و نظرتون میرسم. و اینکه در مجموع برنامه زیادی داریم که بعد از سریال دل تازه اولش رو شروع میکنیم. مرسی، تا ویدئوی بعد، خدافظ.